یالا دیگه نکنه تو هم مقوایی شدی سب کبیرم را افتادی یا نه؟ کاش مقوایی بودم، چون یه بار روشنم میکردین آتش میگرفتم میسوختم خاکستر میشدم میرفتم پیکارم، این همه بدبختی هم نمیکشیدم. بدبختی ندیدی؟ کاش یه شب خدمت مقام عظما برسید و بفهمی با کی طرفی. حالا برو سر برنامه، حوصله ندارم باید بحث کنم اینجا. منم میتونستم برنامه رو با ماکت مقوایی شما اجرا کنم، چون که برای خودم خیلی نفت داشت، یه قلم کتکونم از ضربه های هولنگیز شما امون داشت، یه قلم میتونستم هر جای برنامه که دلم خواست روشنتون کنم، و اونجایی که لجم در میمد اونچنون با کف گرگی تو پوز شریفتون میزدم که ده متر اون طرفتر بیفتین باید ببردتون، ولی نکردم چون تو مرامم نیست، چون که با معرفت دارم، اینم از خودم نمیگم، بارها از زبون خودتون شنیدم. اما ملاحظه بفرمایید با این امام بدبخت چه کردن؟ بهتر که مرده، اگه زنده بود از این داستان دق میکرد. من هم باید از دست تو دق کنم ناکه، تو هنوز قوره نشده میخوای اینجا مویز بشی؟ تو میدونی داری با مقام عظمای ولایت در میفتی؟ از اول تا آخر برنامه دست خود مقام عظما بوده، خودش پشت قضیه بوده. نه خیر، هیچم پشتش نیستن، زبونم لال زبونم لال روم به دیوار. مگه مقام عظما اولاق تشریف دارن که بیان پشت چنین برنامه موهنی که مور و تن اولاق راست میکنن؟ خب میرم همینجا رو اولاق نگه تا کار به جای باید نکشیده. جوابش آخر برنامه بهت میدم. از اولاق برو سراغ مقام عظما سوالات رو مطرح کن ناکس. آیه دکتر، بدون این که ناراحت بشین یه نامه داریم از فرمانده بسیج سردار نقدی. آره کچر و زلفلی، طرف نسیه هم نیست، اسمشو گذاشته نقدی. آی دکتر نوشته خوبه یه همایشی برگزار کنیم، استراتژی اقتصادی نظام رو تعیین کنیم. بشین بابا تو هم حالت خوشه، فقط همینمون مونده که با این یارو میشینی با این مشک بریم همایش برگزار کنیم استراتژی در بیاریم. یه سوال از خودت دارم، برای جا انداختن مطلب خیلی کمکت میکنه، اگه یه استراتژیستی یک ماه طول بکشه که استراتژی نظام رو در بیاره، او وقت چهار تا استراتژیست چقدر طول میکشه؟ یه هفته. آیا نه خیر، هیچی طول نمیکشه، چون استراتژی رو همون اولیه در آورده دیگه، مگه مشنگه که دوباره بخوام بیشیرن در بیارن؟ روشن شد یا همچین بذارم؟ روشن شد. نقدی نقدی لازم نکرده تو برای برنامه ما نامه بدی، سوالات کشکی بپرسی. اما برای که دست خالی از اینجا نرفته باشه، یه نصیحت توشه راه این نقدی بکنم بره پی کارش، نصیحت دلسوزانه. ببین نقدی، هر کسی حق داره که احمق باشه، ولی تو داری از این حقت سوء استفاده میکنی، فهمیدی یا نه؟ برو سر سوالات ببینم چه کار میکنی. آیه دکتر بزن بهادر، یه نامه داریم از حجت الاسلام جیمز باند، معروف به مصلحی وزیر اطلاعات نظام، که معتقدن تو انتخابات اسفند ما مشکل نظام استراتژیکی نیست که جوابش دست دکتر بزن بهادر باشه، مشکل امنیتیه که جوابش دست منه. ننوشته تو کدوم دستشه؟ نه خیر. آخه یارو دست چپ و راستشو فرقشو نمیدونه، خوب تشخیص نمیده. اگرم دیده باشی هر وقت میخواد دست بده دو دستی دست میده که اشتباه نکنه. وقتی که ادای استراتژیست در میاره نسخه استراتژیکی میپیچه، مشنگیش پلاق میزنه بیرون. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که یارو شوته میخواست خودش جای دکتر قالب بکنه، جست گرفت به مریض این دوا رو نگاه کرد گفت این دارو رو بهت میدم یه قرصه، دو تا در روز میخوری، یکی یه رو قبل از خواب یکی یه رو قبل از اینکه بیدار بشی. روشن شد یا همچی بذارم که دیگه بیدار نشی؟ روشنه، ولی بزن بزن های دکتر، حقمه. کسی که این احمق برایش نامه بنویسه رو باید کشتش های دکتر. ولی های دکتر، حالا که اولش رو خوندم ضربهشم خوردم، اقلا بذارین سوالشم مطرح کنم، یه بار دیگه نامه رو بخونم های دکتر. مگر رو جسد برد بشی که نامه این مشنگ رو اونم دو بار تو برده به من بخوای بنویسی؟ مشنگی که منو به استراتیجیستی قبول نداره ناکس، هر بار که بخونی ها یه جور برنامه تو خراب کردی، این دفعه قبل نیست. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با حضور عرض میکردن بله، میفهمودن که یارو شوت سنگین اومد از رو جوب پرید، فیلمشو گرفتن، فیلمشو که بخواستن پخش بکنن با دور آهسته گذاشتن طرف افتاد تو جو، با دور تند گذاشتن رفت خورد به اون دیوار روبرویی. روشن شد یا همچی بذارم که بخوری به اون دیوار استودیو دیگه صدا در نیا؟ روشن شد آی دکتر. پس خودم میپرسم
که برنامه تو جوب نیفته. سوال در مورد انتخاباته. چرا باید اینقدر از برگزاری انتخابات نگران باشیم؟ مگه چی میشه؟ ما قبلا که تجربه کردیم آقای دکتر. تو جوب اقلا که این سوال رو نمی کردی. نا که الان روشنت میکنم همچین که بری بخوری به دیوار. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با حضور از کتاب. بله میفهمودن که یارو رفت پنیسیلین بزنه. دکتر گفت ببین قبلا از این آمپولا زدی گواره. دکتر خب آمپولا رو بهش زد. همچین که زد طرف افتاد به رشه و رفت تو شوک. دکتر با بدبختی طرف از این لحظه اسرائیل کشید بیرون. بهش گفت ناکس من که ازت پرسیدم گفتی قبلا آمپول رو زدی. گواره اون دفعه هم که زدم همینطوری شدم. روشن شد یا همچی بذارم که تا بریزید دست اسرائیل. آی دکتر شما مقام عظما رو دادین زیر دست اسرائیل کشیدین بیرون. من از دست اسرائیل کشیدمش بیرون. اونی که مقام عظما رو داد زیر دست اسرائیل خودت بود. باشه آی دکتر باشه 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 چی بذارین توی برنامه بذارین توی برنامه هفته بعد جواب بدید. چی هفته بعد؟ آی دکتر تو وقتی میخوای به من سیخ بزنی نقده. من که میخوام جواب بدم پس بفرمایید که هر دو تا دستمون رو کن تو آسمون رو بگیم خدا برگش بده که من و تو هر دو تا